هممون میدونیم که بیشتر کره زمین رو آب گرفته. ولی جالب اینه که عظمت بزرگترین پهنه آبی جهان برای هممون ناشناخته است. اقیانوس آرام یا کبیر واقعاً کبیره. حالا عظمت وسعت رو نگاه کنید. اگر شما در این نقطه از زمین باشین، یعنی جایی بین مرز پرو و شیلی، و یکم برین داخل اقیانوس و زمین رو مستقیم سوراخ کنین برین پایین، فکر میکنید از کجا میایین بیرون؟ درست حد زدین، بازم از اقیانوس کبیر میایین بیرون. شما از اینجا میزنین بیرون، خلیج تونکین چین که هنوز هم داخل اقیانوس کبیره. در سرتاسر این اقیانوس جاهای دیگه ای هم هست که بیشتر از نیمی از کره زمین رو پوشونده. اما پهن‌ترین نقطه اقیانوس اینجاست، از جزایر اندونزی تا کولومبیا. این خط 19800 کیلومتر طولشه. یعنی فقط عظمت اقیانوس رو ببینیم. انقدر بزرگه که تو این خط میتونیم ماه هم جا بدیم. البته نه یه دونه ماه، 5 تا قطر ماه تو این مسیر جا میگیره. اگر گوگل ارت بری و کره زمین رو نگاه کنی، میتونی طوری تنظیمش کنی که فقط آب ببینی. یعنی یه جورایی که این کره اصلا خشکی نداره و این هم عظمت این اقیانوسه. البته حالا گوگل ارتو کاری ندارم. تا به حال کسی کره زمین رو به این شکل ندیده. چون اگر بخوای کره زمین رو به این شکل ببینی، باید کلی ازش فاصله بگیری. و تنها کسانی که تونستن زمین رو به این شکل ببینن، همون فضانوردان آپولو هن که به ماه رفتن و فقط 12 نفر بودن. وسعت اقیانوس آرام 165,250,000 کیلومتر مربع، یعنی بیشتر از 100 برابر وسعت خاک ایران. وسعت ایران 1,648,000 کیلومتر مربع و تازه این اقیانوس 100 برابر ایران هم بیشتره. تمام خشکی‌های دنیا رو میتونید تو این اقیانوس جا بدین. یعنی تمام قاره های کره زمین تو این اقیانوس جا می گیرن، بازم جا هست. تمام خشکی های زمین 148 میلیون کیلومتر مربعه، اما بازم اقیانوس آرام 165 میلیون کیلومتر مربعه، بازم جا داره، ولی خشکی دیگه نداریم بذاریم توش. اگر اقیانوس آرام و آبشو ببریم کره مریخ، مریخ به یک اقیانوس سرتاسری تبدیل میشه، یعنی همه جاشو آب میگیره. ما هنوز درباره عمق این اقیانوس چیزی نگفتیم، فقط داریم درباره سطحش حرف میزنیم. عظمت سطح اقیانوس آرام دیوانه کننده است، ولی عظمت عمقش دیوانه کننده تره. تو ویدیوهای قبلی هم گفتیم عمیق‌ترین جایی که انسان تا به حال کشف کرده، چلنجر دیپ توی گودال ماریاناست و اینجا قرار داره. چلنجر دیپ حدود 11 کیلومتر عمقشه. خیلی جاهای عمیق دیگه پیدا شده که همه‌شون بالای 10 کیلومتر عمق دارن. همه‌شون هم تو اقیانوس آرامن. ولی همونطور که قبلا گفتیم 95% کف اقیانوس ها هنوز کشف نشده. حد متوسط عمق اقیانوس آرام 2600 متره. این وسعت به این عظمت و این عمق عظیم حساب کردن دیدن فقط همین اقیانوس آرام 710 میلیون کیلومتر مکعب آبه و این حجم 50% از آب کره زمینه.
گروه هزار جزیره اقیانوس آرام که بهشون میگن پولینزی و بعضی از اونا مثل نیوزیلند کشورهای بزرگی هستن، ساکنینی داشتن که توی این اقیانوس واسه خودشون جولون میدادن. و قبل از اینکه انگلیسا همه جا رو بگیرن، این اقیانوس مال اونا بوده. به این کشورها میگفتن پولینزی. بومی های این جزایر با قایق های اولیه خودشون تو این اقیانوس رفت آمد می کردن. قایق هایی که آدم جرئت نمی کنه یه لحظه سوار شه. اونم تو این اقیانوس که سر و ته نداره. اما بومی ها با این قایق ها بین این هزار تا جزیره رفت آمد می کردن. تاریخچه پولینزیا اینه. همه بومیایی که تو این جزایر هستن از تایوان اومدن. اونها 4000 سال پیش از تایوان شروع کردن و در تمام این جزایر متفرق شدن. احتمالاً میشه گفت بومیهای پولینزی اصالتشون از چین میاد. رفت و آمد بین این جزایر امروز هم سخته و باید با وسیله مطمئن توی این اقیانوس حرکت کرد. اما اونها دوروبر 4000 سال پیش با این قایقاشون تمام جزایر رو سیر کردن. خیلی عجیبه که نمی ترسیدن. بزرگترین شهری که تو این جزایر وجود داره هونولولو در جزایر هاواییه که نزدیکترین خشکی بهش سان فرانسیسکوی آمریکاست و 3800 کیلومتر فاصله شونه. جزایری در وسط این دریای بیکران با فاصله های مدید حداقل 2000 کیلومتر. برای بومی های پولینزی مثل این که همین بغله. یه ذره خوراکی برمی داشتن می پریدن تو قایقاشون و بین این جزایر رفت آمد می کردن و همه جا پخش شدن. دانشمندا اصلا مخشون سوت میکشه. میگن چجوری این آدمها تو این جزایر پخش شدن؟ نه الان، 4000 سال پیش. چطور تو این دریایی که تمومی نداره حرکت میکردن؟ واقعا انسانهای سخت کوشی بودن. تمام این جزایر رو کشف کردن و توشون ساکن شدن. ولی نمیدونستن که 3-4 هزار سال دیگه یه قومی پیدا میشه از یک جزیره دیگه، یه جای دیگه دنیا، جزیره انگلیس. از اونجا میاد و همه این جزایر رو از اینها میگیره. با اینکه کشورهای استعمارگر دیگه هم بعضی از این جزایر رو اشغال کردن، ولی 90%شون دست انگلیسه. پس اگر واقعیتشو بخوای، این جزایر و این اقیانوس مال این پولینزیاست، چون آدمهایی بودن که با زحمت اینا رو کشف کردن و توشون ساکن شدن. ولی الان متاسفانه اونا هیچ کارن.